ماه ذوالقعده، الله سبحانه و تعالی بعض ماه ها را به بعض دیگر برتری داده است و از ماه هایی که الله سبحانه و تعالی برتری و فضیلت داده است این ماه ذوالقعده است. ذوالقعده 11 ماه سال شماری هجری می باشد. این ماه را ذوالقعده نامیده شد زیرا عرب ها به خاطر احترام آن و آمادگی به حج که در این ماه ذوالقعده از جنگیدن دست میکشیدند. یکی از خصوصیت های این ماه این است که ماه ذوالقعده آغاز ماه های حرام می باشد. عرب ها به خاطر امنیت مردم و امنیت حاجی ها در راه های حج جنگیدن را منع کردند. این عمل ها پیش از اسلام بود، ولی پس وقتی که اسلام عزیز آمد احترام این ماه و دست کشیدن از کشتار سختر گردید. در این ماه ظلم به یکدیگر منع شد زیرا این امر را بزرگ می دانستند و اطاعت نکردن را گناه می دانستند، اگر چند ظلم در همه ماه ها منع شده است. و دیگر از خصوصیت های این ماه این است که پیامبر صلی الله علیه و سلم تنها در همین ماه 4 مرتبه عمره کردند. از انس ابن مالک رضی الله عنه روایت است که گفت پیامبر صلی الله علیه و سلم 4 مرتبه عمره کردند که همه آنها در ماه ذوالقعده بود، مگر عمره ای که همراه حج کرده بودند. امام نووی رحمه الله گفت البته عمره کردن پیامبر صلی الله علیه و سلم در این ماه ذوالقعده از روی فضیلت این ماه و مخالفت ورزیدن به زمان جاهلیت بود، زیرا در زمان جاهلیت عمره کردن را در ماه‌های حرام برای خود گناه و فسق و فجور می‌دانستند.